سلام دکتر اردیان هستم. من درباره بیماری های وسواس و وسواس اجباری و وسواس های فکری میخواستم باهاتون صحبت کنم. راحتی وسواس معمولا اونطوری که ما دربارش فکر میکنیم که به این صورت باشه که یکی باید دستشو خیلی بشوره یا اینکه یک کار خیلی انجام بده، فقط به این صورت دیده نمیشه. بیماری وسواسی هستن که به صورت وسواس های فکری هستن. اصولا اول از همه باید تعریف این مسئله بکنیم، ببینیم که بیماری وسواس با شخصیت وسواسی چه فرقی میکنه و دو جور ما حالت داریم. یکی حالت شخصیت وسواسیه. شخصیت وسواسی به موقعیتی گفته میشه که شخصی که از این مسئله رنج میبره، البته به نظر ما ممکنه که رنج ببره، شخصیتش به این صورت، سرشتش به این صورت هستش که یک سری خصوصیات رفتاری و انجام بعضی از کارا رو باید حتما به صورتی که باید و شاید انجام بده تا خیالش راحت بشه. یعنی به این صورت که مثلا بعضی هستن که حتما باید وقتی که غذاشون میخورن همون لحظه باید میز رو تمیز کنن، همون لحظه غذا ظرفا رو بشورن، همون لحظه همه رو جا بدن. اگه ظرفی توی سینک بمونه شب خوابشون نمیبره. مثلا اگه لباسشون رو باید آویزون بکنن، لباسشون باید به صورت به خصوصی ترتمیز درست سر جا با موقعیت منظم باشه. یا مثلا باید اگر صبح بیدار میشن رخت خوابشون رو همون لحظه درست کنن، یا باید کفششون رو حتما به این صورتی باشه که وقتی که از پاش نرمه باید یه جایی به خصوص بذارن، همه چی باید سر جاش باشه، نظیف باشه، منظم باشه، درست باشه. این حالت ها شخصیت های وسواسی هست. شخصی که از این حالت داره در این حالت به سر میبره اصولا ناراحت نیست از اینکه چرا اینطوریه. میگه که خیلی هم خوبه، من باید حتما اینطوری باشم به خاطر اینکه کار من به این صورت جلو میره و راحت هستم. و به قول معروف این حالت با شخصیت اون شخص، با موقعیت اون شخص مترادفه و همراهه، سینکرونایزده یا ایگو سیمتانیک بهش میگن. ولی در بیماری وسواس به حالتی گفته میشه که شخصی که از اون رنج میبره احساس میکنه که مکلفه و مقیده که یه سری مسائل رو بهش انجام بده، یه کاری باید انجام بده، حتما باید 10 بار مثلا دستشو بشوره، حتما باید بره گاز رو 3 بار چک بکنه، حتما باید در خونه رو 2 بار چک بکنه، در ماشینش 3 بار اون ریموتشو بزنه صداشو بشنوه، اگه دوبار باشه فایده نداره. و یه کارهایی هستی به نام ریچوال، یعنی یه کارهایی که باید یه کسی حتما بکنه. یعنی مثلا اگه دستشو میزنه به مواش حتما باید یه عملی انجام بده، اگه یه کسی روی حرفی میزنه با یه کسی یه لغتی از دهنش در میاد باید حتما یه عملی انجام بده که خیالش راحت بشه که اون لغت که از دستش در اومده به اون صورت خطرناک نبوده و باعث ناراحتیش نمیشه. و اینا اگه این کار انجام ندن نمیتونن زندگی سالمی داشته باشن و نمیتونن زندگیشون رو ببرن جلو و فکرشون انقدر مشغول میشه که اصلا فلج میشن از نظر روحی. پس به طور کلی این ناراحتی به صورت بیماری وسواس گفته میشه. حالا منشأ بیماری وسواس و شخصیت های وسواسی و اصولا طبق صحبتهایی که من قبلا هم میکردم با هاتون دربارهش، بیشتر مسائل ژنتیک و بیوشیمیایی در تحت تاثیر هستن. تغییراتی که در سیستم مغز و اعصاب ایجاد میشه بیشتر باعث بروز این سیستما میشه. خیلی از فلسفه ها و تئوری هایی هست درباره بیماری های وسواسی که تغییرات سروتونین که یک دونه پیغامبر یک سیستم مسنجره و وابسته کننده اطلاعات عصبی هستش در سیستم مغز و اعصاب، که این سروتونین تغییراتی که در این سیستم ایجاد میشه مؤثر میدونن در بروز این بیماری وسواس. به چه صورت؟ به همین صورتی که در بیماری های وسواس داروهایی که سروتونین اینهیبیتور هستن، یعنی جلوی جذب دوباره سروتونین رو تو سیستم مغز و اعصاب میگیرن، ازش استفاده میکنن که باعث بشه که اون حرکات، اون مشکلات، اون
پیچیدگی ها و اون گیرهای فکری که در بیماری وسواس هست گشاده بشه. و به همین صورت پس اون تئوری، به صورت تئوری میگن که تغییرات سروتونینی ازش این بیماری ایجاد کرده. ولی اصولا خود بیماری وسواس حالتهایی که وجود داره با وسواس عملی و وسواس فکری همراهه. وسواس های فکری حالتهایی هستن که شخص بیشتر فکرش گیر هست، فکرهایی داره که به سرش میزنه که نمیتونه کنترل کنه. فکر میکنه که الان اگه یه چاقو ببینه، فکر میکنه میخواد بره ورده این چاقو رو بکنه تو شکم یه نفر، خیلی هم ممکن ناراحت بشه، خیلی بهش فشار بیاد و نمیتونه این فکر رو از سرش بیرون کنه. اینا فکرهای وسواسی هستن که البته خیلی جالب میشه اینا رو آنالیز کرد و معنی این افکار وسواسی رو اگه در شخص آدم ببینه میتونه به صورت درمانی بهش توجه بکنه و کمک بکنه به شخص، که بیشتر موارد هستش که عصبانیت ها و حالت های انفجاری که در شخص کشته میشه و در درون خودش ریخته میشه به صورت های افکار وسواسی، رفتار وسواسی ایجاد میشه. حالا به این صورت هستش که مثلا اگه یه شخصی ببینیم که در ظاهر بسیار بسیار آروم، هیچی بهش فشار نمیاد، همش بله قربانه، مسئله به خصوصی رو نشون نمیده، ناراحت نمیشه از هیچی، ولی بعد اینجور اشخاص میبینیم که با اینکه بسیار آروم و سر به زیر هستن و سرشون به قول معروف اصلا در نمیاد، از ناراحتی های ممکنه رنج ببرن، به صورت فکرهای وسواسی، اعمال وسواسی، افکار وسواسی، که اینا رو وقتی که آنالیز بکنیم و مورد تجزیه تحلیل قرار بدیم نشون دهنده این خواهد شد که این انگر، عصبانیت و حالتهای خراب کننده و تخریبی در شخص کشته شده و در خودش ریخته شده و به صورتهای افکار وسواسی بروز داده میشه. مثلا کسایی که میگن که باید دستمون رو مثلا 100 بار 50 بار بشوریم، بعد میبینیم، نگاه میکنیم میبینیم که در زندگیشون انقدر بهشون اچاب شده، فشار اومده، که اینا به خاطر اینکه فکر اینو دارن که میخوان برن یک کسی رو خفه کنن با دستشون، به خاطر این گیلت و ناراحتی وجدانی که درشون ایجاد میشه، سعی میکنن دستشون رو خیلی بشورن که خودشون تمیز کنن از این فکر، از اینکه مبرا کنن. بعد به صورت‌های مختلف بتونیم درباره به تشخیص بیماری که گفته شد و درمان این بیماری ها که به صورت سایکوتراپی، روان درمانی و دارو درمانی هست. از وقتی ما میگیم فقط دارو درمانی، فقط این نیست که یکی بره پلوی روان پزشک بشه دوام در میره بیرون. در رابطه بین پزشک و روان پزشک و بیمارش صحبت هایی پیش میاد، حرف هایی زده میشه، گفتگوهایی پیش میاد، تشخیص هایی داده میشه، تحلیل هایی ایجاد میشه، اون خودش تراپیه، اون خودش در روان درمانیه. روان درمانی یه چیز خیلی عجیب غریبی نیستش که توجهش بکنیم که اگر ما فقط روان درمانی میگیم یعنی فقط باید حرف بزنیم، برگردیم به بچگیمون، ببینیم مادرمون کی بود، پدرمون کی بود، بریم تو ریشه های مختلف زندگی خودمون عمیقا برگردیم و مثل کلاس درس برگردیم بریم، و اینکه اگر ما رفتیم با روانپزشک حرف بزنیم، نه، این روان درمانی نیست. چرا؟ روان درمانی هست، بستگی به این داره که اون کسی که با ما صحبت میکنه به چه صورتی با ما روبرو میشه، به ما توجه میکنه، به ما توجه میده، کر میکنه، درباره مسائل ما توجه میکنه، ببینه که فکرامون چیه، ناراحتیامون چیه، و بعد با دارو درمانی که میکنیم میتونیم تشخیص بدیم که اون ناراحتی ها و فشارهایی که تو زندگی باعث شده که به این صورت این علائم خودشو نشون بده چجوری درمان بشه. دوباره مسئله خیلی پشت سر هم شد و شاخه به شاخه شد، ولی خب جالبی روان پزشکی و ناراحتی های روحی و مسائل روح روانی که کلاس شده نیست، هیچ چیزی رو از قبل با برنامه نیختم، به خاطر همین صحبت من هم خیلی کلاس شده نیست و هرانچه از دل برایت بدل میشنن انشالله، و در برنامه عندی با اتون بیشتر درباره این موضوع صحبت خواهم کرد. متشکرم، مرسی.